دور تا دور خونه پر از آدمه. رمضان تو اینجا بمون، حواست به این باشه. نه بابا، چرا من باید اینجا باشم؟ یکی بمونه اینجا مواظب این یارو باشه دیگه. رمضان اون یارو میخواد تو رو هم بزنه، مگه فراموش کردی؟ ایبی نداره، بزن منو بزنه، ولی شما بچه‌تون رو گیر بیارین، همین مهمه. رمضان ما نمیدونیم که بچه اون تو هست یا نه، تو هم نمیتونیم توی این خطر بندازیم. حرفمو گوش کن، همینجا منتظر باش، اگه اوضاع به هم ریخت میای تو. خیلی خوب باشه. بیا گلی، مراقب خودت باش. باشه. آروم 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 آروم، بی صدا بی صدا. ولی اینجوری که نمیشه آخه. پسر منو نگاه، من الان میرم اونجا، باشه؟ از اینجا تکون نمیخوری. اگه تکون بخوری تو رو پیدا میکنم، دل و قلبت رو میکشم بیرون. فهمیدی اینو یا نه؟ میزنم لد میکنم. عاقل باش. شب بخیر خانم. شب شما بخیر. مثل اینکه تنهایی. بله تنها. باورش سخته. چرا؟ چون که خیلی زیبایید، فوق‌العاده اید. در کردن مردان ترک سخته. از تعریفتون خیلی متشکرم. تعریف؟ خیلی تعریف نبود، واقعیته. مایکل کارت. خوشبختم. من تو پروژه اینجرلیک کار میکنم به عنوان مهندس. ببخشید زبانم زیاد خوب نیست، خیلی خیلی کم بلدم. اشکال نداره، منم سراب. سراب، خوشبختم. اسلحه تو بنداز. دست بالا بشین. اسلحه تو بنداز زمین. اسلحه تو رو بندازید. برید عقب، گفتم وایسید. وایسه ببینه وسی کسافت. کسافت لجن بایسا. گلی تو اینجا منتظر بمون، اول ما میریم تو، باشه؟ رمزون تو از اون طرف برو، شما هم از این طرف بیاید. چی شده پسر؟ محاصره شدیم آقا، مردای امارت همراه خانوم. پس شما اینجا چی کاره اید ها؟ الکی گذاشتمتون اون بیرون؟ برین جلوشونو بگیری. خیلی زیادن آقا، یه لشکر آدم آوردن بیشرفا، از پسشون بر نمیان. از پس یه مش بیوزه بر نمیان؟ خاک بر سرتون کنن. اینطوری نمیشه، زود باشین یه چیزی بیارین. بیا پسر اینو بگی، هر کدومشون اومد بزنش. آلیسان اسلحه تو بنداز.
میگم اسلحه تو بنداز. سلام علیکم برادر. اسلحه تو بنداز. اسلحه‌شونو بگیر. بیا پسر بیا. بیا ببینه. بیا پایین عوضی. بیا پایین. پسرم کجاست؟ اگه این مردی که مثل آدم وای میستاد تا بکشمش و فرار نمی کرد الان بچه تو رخت خواب خودش بود. آفزی من کس و کار تو رو به لجن می کشم. رمزون بکش آفزی، بکش دیگه، حالا منو بکش بی شرف. ببینم توی لجن از یه الف بچه چی می خوای ها؟ رمزون کافیه. پسرم کجاست؟ پسرت اینجا نیست. یعنی چی اینجا نیست؟ داری چی میگی؟ پسرمو چی کارش کردی؟ فکر کردی اینجا نگهش میدارم؟ به نظرت من آدم احمقیم؟ مرسی که یفزی بگو پسرمو چی کار کردی ها؟ خیلی دور برداشتی سر تو بنداز. آشغال همین الان جای پسرمو میگی وگرنه؟ وگرنه چی؟ به هم بگو. تو رو با دسته خودم میکشم ات حیوون. یه خانوم اونم با اون وضع زندگی از کشتن یادم دیگه حرف میزنه. من نظرت کارش ساده ایه؟ حفظی من تو رو میکشم. کسافت حفظی حرف بزن. ده حرف بزن. رامزون تو بیرون منتظر باش. یالا بلند شو. یالا بلند شو زود باش. تکون بخور حروم زاده. ببندینش. آیا وایسا وایسا گفتن نخورا، اما خب دیگه اینم بریم بالا ببینیم چی. خیلی خوبه. مای سومی شهره. آره اینا رو نگه از سنشو خجالت نمی کشن. عجب لباسای جلفی پوشیدن. همه که مثل تو نیستن گلیزار خانم. اوف حالید خانم کجاست؟ وای وای اینو نگاه کن چی کار داره میکنه. عجبا پارتی داره تموم میشه. امکان داره من شما رو دوباره ببینم؟ بله پارتی تموم میشه ولی میتونیم یه جای دیگه بریم. واقعا؟ بله واقعا فقط ترجیح میدم جای ساکتی باشه. هتل من چطوره؟ اونجا خیلی نزدیک خانم. هتل باشه هرچی شما بگین. اوه خیلی خوبه. موسیقی
اکرام اکرام بیا بریم. یه ماشین بگیر برو خونه. چشم اکرم خان. میشه خواهش کنم یه ماشین واسه من خبر کنید؟ چیه؟ واسه چی اینجوری نگاه میکنی؟ بگو پسرمو چی کار کردی؟ حرف بزن، کجا قایمش کردی؟ حرف بزن وگرنه میکشمت، نهشتو میندازم جلوی سگا. حرف بزن، پسرمو کجا مخفی کردی؟ گلی آروم باش. به من نگو آروم باش کمال، این مردی که پسرمو دزدیده. حرف بزن، حرف بزن وگرنه میکشمت. اگه منو بکشی میخوای پسرتو چطور پیدا کنی ها؟ پسرت حالش خوبه، یکی رو گذاشتم پیشش، منتظر بهش خبر بدم. اگه فردا اونجا نباشم میکشمش، اینو مطمئن باش. مردی که یه عوضی میکشمت با دستگی گولی. خودم خفت گولی. میکنم کافیه گلی. اگه یارو راستشو گفته باشه چی؟ اون وقت اگه بکشیمش چه نفعی بهمون میرسه؟ از من چی میخوای بگو؟ بهم بگو چی کار کنم تا پسرمو پس بگیرم؟ حالا شد، باید با من کنار بیای تا شاید بهت رحمانم. کشش نده عوضی، هرچی میخوای بگی زود بگو. اگه خون بهای جلالو بدی منم بچه تو پس میدم. چی میخوای؟ چقدر؟ 1,000,000. چی؟ به ازای زندگی پسرت 1,000,000 که پولی نیست، ولی شاید تو فکر میکنی زندگی پسرت 1,000,000 نمیارزه. اون موقع دیگه چیزی نمیگه، اون دیگه به تو بستگی داره. زندگی برادرزاده ای من خیلی بیشتر میارزید. شما ها دیگه چه کافرهایی هستید ها؟ فکر کردید کی هستید عوضی ها؟ ما 1,000,000 نداریم شما بدیم، اینو فراموش کنید، فهمیدی یا نه؟ حالا ما رو میبری میشه بچه، وگرنه تو رو از زندگی سیرت میکنم. دیگه لاوزی کمال کافیه. یا این پولا میدی یا دیگه هیچ وقت به سرتو نمیبینی. فردا شب پولو اینجا نیار. اگه یکی از آدماتو اینجا ببینم یا به ژاندارمری خبر بدی، پسرت بدجوری میمیره، اینو مطمئن باش. باشه، پولو جور میکنم. Thank you.
اومدن، گلی نوام آورد. ایشالله. پس نوام کو؟ چی شد کمال؟ علی رو پیدا نکردین؟ پیداش نکردیم جمشید آقا. اون بی شرفا واسه بچه 1,000,000 میخوان. این که گفتی یعنی چی رمزان؟ برای بچه 1,000,000 میخوان؟ زود باشیم میریم داخل جمشید آقا. باید واسه این مشکل یه راه چاره ای پیدا کنیم. زود باشیم. خانه زهره شما برید استراحت کنید. باش. یاسین آقا شما هم برید استراحت کنید. کیه؟ منم گلیزار. تو از کجا میای؟ از کجا دارم میام؟ از کجا باید بیام؟ من از کلوپ بزرگ دارم میام. از کلوپ بزرگ؟ بله. برادرم کجاست؟ برادرت؟ من و حالیده خانم و اکرام خان با هم رفته بودیم مهمونی. تو این وضعیت چه دعوتی؟ اینا عقلشون رو از دست دادن؟ تازه تو اونجا چی کار داشتی؟ من هیچی نمیتونم به شما بگم سحر خانم. دهن من قفل قفلم. امشب نه شما منو دیدین نه من شما رو دیدم. شبتون بخیر. خدا میدونه چه کلکی دارین سوار میکنین. خیلی خوش شانسم. خیلی وقت بود که زنی به این زیبایی رو ندیده بودم. مهم نیست خانم. عذر میخوام. یکی دیگه میل داریم؟ بله لطفاً. نوشه جان عوضیه بی شرف و نگاه 1,000,000 لیره میخواد. پسر ما خودمونم بفروشیم نمیتونیم اون همه پولو جور کنیم. جور میکنیم. مجبوریم جور کنیم. آخه چه ساری دخترم. تو بانک یکم پول دارم. یه خورده هم وام میگیرم. اگه ندن چی؟ اگه ندن هرچی تو دست و بالمه میفروشم. چه میدونم عمارتو میفروشم مزرعه ها رو میفروشم. به هیچ عنوان پسرم و دست اون مردی که نمیدم. معلومه که دستش نمیدی. اصلا هیچ کدوممون نمیدیم. ولی امارت درسته که 1,000,000 میارزه ولی واقعا 1,000,000 لیره ارزش اینجاست. ولی کی میتونه یه روزه این همه پول به ما بده؟ سهمم تو کارخونه هم هست. گلی محض رضای خدا تو وضعیت کارخونه رو نمیدونی؟ کدوم احمق این همه پول پای اون سهم میده؟ خب ماشینتو بفروش دخترم. یعنی اون ماشین این همه میارزه؟ نمیارزه. معلومه که نمیارزه. رمزان دیوونم نکن. به اندازه ای کافی عصبی هستم.
من تو رو دیوونه نمی کنم. من فقط دارم سعی می کنم روشن حرف بزنم. خواهر من محض رضای خدا، حالا ما هر چی تو دست بولمون داریم و بذاریم، ما یه روزه نمیتونیم، قسم میخورم نمیتونیم اون همه پولو جور کنیم. آخه چطوری میتونیم؟ امکان نداره همچین چیزی. رمزون ببین، اینطوری حرف زدن به حال هیچ کسی فایده نداره. حالیده حتما پولو میاره. خب ما هم یه چیزایی میفروشیم و میذاریم روش. دستمون که بسته نیست. مثلا خودم خونه های محله رو میفروشم. خب معلومه برادر من، ما هم دست و بالمون بسته نیست. من هرچی تو دست و بالمه میارم، هرچی تو قهوه خونه است رو میارم. ولی بازم همه چی به خاله بستگی داره، به شخص حالیده خانم. نه 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 لطفاً. پاشو. خیلی خوشبویی سراب. من همین الان برمیگردم. بسیار خوب. Thank you.
اجازه همگی تو من دیگه برمیگردم. دیگه صبح شده. ایشالله که خیر باشه. تو هم خودتو ناراحت نکن. من میرسونم ات رمضان. گلی کمال کمال اگه بذارم تاریش بشه من نمیتونم زنده بمونم. آخه مگه ما چی کار کردیم که این بلا سرمون اومد؟ پسر من هنوز کوچیکه، بیگناهه، یه بچه کوچیکه. گلی اینطوری حرف نزن، علی نجات پیدا میکنه. نمیتونم تحمل کنم، نمیتونم نفس بکشم، دارم خفه میشم. گلی صبور باش، ناراحت میشم، من کاری از دستم بر نمیاد. هر کسی برای کمک کردن به تو میتونه یه چیزی رو بفروشه، ولی من چیزی ندارم. اینطوری حرف نزن کمال، خواهش میکنم. کاش توانشو داشتم، برای نجات علی همه چیزمو میدادم. کاشکی کاری از دستم بر میامد. کمال همین که تو کنارمی برام کافیه، به خدا کافیه. من دیگه برم، فردا میبینم. برو بخواب بابا. این چرا انقدر زغزغ میکنه؟ من از کجا بدونم؟ بچه رو انداختی سر من رفتی. کارم شده نگهداری از برادرزاده ی دشمنم. انقدر غر نزن زن، همش یه روزه دیگست. تو به من قول داده بودی آقا جون، گفتی خونه شوهرم زمین نمیمونه. اما افتادی دنبال چی؟ پول. اگه خون بها پرداخت بشه خونه شوهرت زمین نمیمونه. اگه پرداخت نشه چی؟ در اون صورت یه فکری میکنیم. این بچه داره میسوزه، بره بمیره. منو نگاه کن، اگه پولو پرداخت کنن لازمه که بچه رو سالم تحویل بدی. حالا پاشو ببرش دکتر. گفتم که پولای حسابمو همین امروز بگید برداشت کنم. هر شور که شما بخواید سراب خانم، میگم براتون بیارن. فقط من به مبلغی بیشتری احتیاج دارم، میخوام وام بگیرم. شما درخواستتون رو بنویسید، ما رسیدگی میکنیم. فقط من باید این پول امروز بگیرم. امروز؟ میدونم خیلی سخته، ولی باور کنید خیلی مهمه، مسئله مرگ و زندگیه. میفهمم، ولی این غیر ممکنه خانم. برای گرفتن وام باید از بانک مرکزی تاییدیه بگیرید که اونم 2 هفته طول میکشه. قبلنم که سرزده بودم همینو گفته بودین، اما این پولو حتما باید بگیرم، مسئله مرگ و زندگیه. خواهش میکنم سراب خانم، وضعیت مالی شما مشخصه. تو این وضعیت بانک نمیتونه کاری برای شما انجام بده. باور کنید اگه شرایط طور دیگه ای بود. التماس میکنم، خواهش میکنم کمک کنی. گرفتن این پول خیلی مهمه، موضوع زندگی پسرمه. خواهش میکنم. امکان گذاشتن ضمانت هست؟ بله، امارت. اگه همین الان پولو بدین امارتو به عنوان ضمانت میذارم. مطمئنن امارت دین جسلم برای شما زمین خوبیه. امید بی خود بهتون نمیدم، ولی هر کاری از دستم بر بیاد انجام میدم. آخه یه روز اون همه پول چطوری جمع میشه رمضان؟ نمیدونم پاکیزه، یه راهی پیدا میکنیم بالاخره. کار
کاش که اون سهم رو نمی خریدی. الان پول داشتیم و میتونستیم به گلی کمک کنیم. دیگه نیازی نیست اینجا بمونیم. پاشو بریم خونه خودمون. شکرت خدا. آره. من برم پایین با خاله حرف بزنم. ببینم تونسته چیزی جمع کنه. باشه. باشه. تونستی پول جور کنی خاله؟ هنوز جورش نکردم رمضان، اما جورش میکنم. ببین امروز باید پول جور کنیم، وگرنه یارو پسر دایی منو میکشه. میگم چطوره یکم عجله کنی خاله جون؟ بد نیست رمضان. گفتم باشه باشه. امروز 500,000 تا دستم میرسه. نه 500,000 تا نیست، 500,000 نمیشه. اون عوضی از گلی 1,000,000 میخواد. چی؟ یه روز فرصت داده، گفته اگه این پولو ندین دیگه هیچ وقت بچه رو نمیبینیم. منو ببین رمضان، این فقط مشکل من نیست، این مشکل گلی هم هست. اونم باید یه کاری انجام بده. داره همین کارو میکنه خاله لام از صد. میخواد امارتو بفروشه، ولی این کار بلا فاصله نمیشه. هیچکی نمیتونه اون همه پولو یه روزه جمع کنه. ما هم هرچی تو دست بالمون بود و بهشون دادیم. چی کار باید میکردیم که نکردیم آخه؟ ولی خالیده خانم میدونستی همه این کارا زیر سر توه. میفهمی هر بلایی سرمون بیا تقصیر توه. سهم بزرگ این مسئله همش به عهده توه. خوش اومدین خانم. چی شد دخترم؟ تونستی وامو بگیری؟ نه مامان. خب الان چی میشه؟ امروز هرچی که بتونم بفروشم میفروشم. هر جوری هست باید این پولو جور کنم. چاره دیگه ای ندارم. رمزون تو کجا بودی؟ قربونت برم. یه لحظه وایسا دارم میام. وایسا پاکیزه قربونت برم. تو برو خونه، من همینجا همه چیو حل میکنم، بعد میام تو رو میبرم ات امارت. باشه ولی دیر نکن. نگران نباش قربونت برم. تو برو. وای صورتت چی شده ها؟ رشید بیخیال شو، ماجراش طولانیه. ما الان باید بریم مغازه. باشه ولی نمیگی که چی شده. بیخبر میری گم و گور میشی، آدم ها میریزن تو محله. نکنه برای خود دردسر درست کردی؟ ببین قول میدم بعدم برای تعریف کنم. قسم میخورم سریع باید بریم مغازه. یالا آنو باشه بریم. یالا چی شده آخه؟ به من بگو ایوا. چیزی نیست قربونت برم، هیچی نیست. بیا بریم. یاسین آقا بفرمایید. خانم یاسین آقا ماشین سفیده رو بردار، هر چقدر دادن بفروشش. تراکتور رو هم بفروشش میشه؟
بروی چشم خانم. آقا جمشیر. جعفر بگو. جمشیر، میگن که شما دارین همه این خونه ها رو میفروشین، آره؟ درسته؟ درسته حافظ، آره میفروشم. چند میفروشین؟ تو میخوای چی کار کنی حافظ ها؟ هیچی، همینجوری به ذهنم رسید گفتم بپرسم. حالا تو بگو چقدر میخوای ها؟ 20,000 تا. این آشغالدونی 20,000 تا میارزه؟ تو عقل تو از دست دادی؟ اینجا حتی قباله هم نداره. حالا جا برای چونه زدنم حسافه. اینجوریه؟ در رسم خیلی بیشتر میارزه، ولی من الان به پولش نیاز دارم. بعدا اگه پول بیشتری هم بهم بدن دیگه برام فایده ای نداره حافظ. من الان سریعاً پول نیاز دارم. ای بابا، سریعاً؟ آره حافظ، سریعاً.